خب با درود رامین هستم، میخوایم ببینیم که از طرف انجمن یامکا و با کمپانی آسفکت که من در اختیار شما میذارم رامین، این اطلاعات فرم پر کردن و این فرم به این ترتیب هست که اینجا میبینید این فرم هست، بهش میگن فرم فا. این فا اینجا مخفف فعل فاخت آنتراک هست، یعنی ساده، تقاضای به آنتراک، به تقاضای درخواست به صورت ساده که فقط در زمان کرونا هست که شما اون مراحلی که بعدا تو این ویدیو میبینین صرفه جویی براتون میشه و فقط اونا خودشون بعدا براتون مینویسن چه چیزهایی رو بیارین. با ایمیل میتونین بدین یا اینکه برین آنلاین، اگه چون زبان بلد باشین که دیگه خودتون از آنلاین انجام میدین، این ویدیو رو لازم ندارین، ولی وقتی که زبان بلد نیستین باید به حداقل بتونین به صورت انگلیسی یا به صورت آلمانی بنویسین. شروع میکنیم نوشتن به این ترتیبه که اینجا آن رده، منظورش اطلاعات شخصیتونه، اینجا که علامت گذاری دارم میکنم میبینید نوشته اطلاعات شخصیتونه میدین، آن رده آقا یا خانم، وقتی میذارین که اگه مقام دکتری یا پروفسوری یا مقامی بالاتری داشته باشین اونا رو اینجا مینویسین، اگر نه مینویسین آقا یا با خط مبرب خانم، چون که ممکنه یا آقا باشین یا خانم، یکیشو فقط مینویسین، نه هر جفتشو. اینجا که نوشته فرنامه یعنی نامتون هست، نامتون رو مثلا مینویسین رامین یا هر اسم دیگه ای دارین. بعد اینجا مثلا اینجا فامیل نامتون هست، یعنی نام خانوادگیتون میشه، نام خانوادگی، حالا مثلا من میگم حجازی یا هر چیز دیگه، من همجا علکی به عنوان دروازه‌بان معروفمون گذاشتم این نامو. گبورس نام بیشتر برای کسایی از خانوم هایی هست که اگر دو تا اسم داشته باشن یا اسم اصلیشون اسم شوهرشون نباشه بتونن اینجا اسم خودشون رو بنویسن، ولی معمولا شما اگه نداشته باشین دیگه اسم اولتون که در تولد بوده هیچی نمی نویسین. این فرم بیشتر ما پر که داریم میکنیم فقط برای افراد مجرده که تنها زندگی میکنن. بعدا در ویدیوهای بعدی وقتی که مشخص تر شد که ازدواج کرده باشین اون در اون قسمتی که چیزایی که لازم باشه رو میگیم. الان خیلی قسمت‌ها رو شاید نگیم چون فقط می‌خوایم راحت کنیم کارو که افرادی که می‌دونن مجرد هستن این ویدیو رو نگاه کنن، سریع بدون که دیگه معطل بشن بتونن مربوط به خودشون بنویسن، یا اینکه افرادی که بعداً فقط متعلق هستن میرن اون قسمت دیگر نگاه می‌کنن، یا اینکه با کسی زندگی بکنن، چون خیلی مهمه شما با کسی زندگی بکنین یا نه، بهش میگن بداف که منشافت. بعد مهمم اینه که شما ملّه داشته باشین تا این حقوق مثلا اون شهر ثبت شده باشه خونتون که بتونین از مزایای اون شهر تقاضا رو توی جاب سنتر بدین. البته خیلی شرط بیشتری داره، ولی اول از همه اقامت و ملّه شدن، یعنی در مساکن ساکن اون شهر باشین. گبورس اورت یعنی محل تولدتون رو اینجا می‌نویسین، مثلا من می‌نویسم تهران، اینا همش علکی من می‌نویسم، ولی شما باید درست بنویسین، حقیقت رو بنویسین، چون در آلمان فرم پر کردن اطلاعات غلط دادن تا 3 سال جرم داره، به عنوان جعل مدرک حساب میشه. بعد اینجا گبورس داتوم محل یعنی روز تولدتون هست، تاریخ تولدتون مثلا می‌نویسیم 7/7/1977. بعد چه کشوری به دنیا آمدین، اینجا مثلا می نویسه که بورسلند، یعنی چه کشوری هست، این کشورتون رو می نویسین مثلا ایران، اگه افغانستان باشه می نویسین افغانستان، هم فارسی زم هم زبانان فارسیمون می تونن کشور خودشون رو نویسن، ملیتشون هم اگه ایرانی باشین می نویسین ایران. من اینا رو دیگه به صورت قید نمی نویسم، فقط چون می تونه ایران رو می نویسیم قید نباشه اسم باشه کافیه، افغان هم همینطور میتونی، یا اینکه اگه افغان باشین بنویسین افغان، هر دوتاشو لطفا وقتی من یه خطای مبرم رو میذارم ننویسین، فقط یکیشو بنویسین. این یعنی اگه چون فارسی زبان های دیگه هم داریم که این فرم رو نگاه میکنن، رنتال فیزیشن شماره
بیمتون هست که اینو از کجا میارین؟ شماره بیمه یا بیمه بازنشستگی، این بیمه درمانی نیست، بیمه بازنشستگی هست، اینو از اداره بیمه میتونین بگین، یعنی که مستقیم از همون سازمان بیمه بازنشستگی رنتن فانشتالت رنتن پوزیشنز اونجا میتونین بازم مستقیم بگیریم. اصلی که داریم توی شهره آلمان هستیم، خیلی شهر شهرداریشون همه این کارا رو میکنه و شهرهای بزرگ ادارات جدا هستن، ولی اغلبشون اگه ثبت اداره بیمه درمانی باشین که اونم باید بکنین حتما ثبت، اون شماره بیمه بازنشستگیتون هم داره که معمولا تشکیل شده از تاریخ تولدتون با یه سری شماره اولش، مثلا این شماره اولش داره، بعد یه کدای اولش داره، بعد یه زمانی هم شروع میشه شماره تاریخ تولدتون، یه جورایی این توش آخرش اینجوری به همون ترتیب ظاهر میشه. حالا اینش مهم نیست این چیه، اینو برای همین نمی نویسم، این برای مثال، لطفا این شماره را این ننویسین، فقط شماره های اطلاعات مربوط شخصی خودتون اونجا بنویسین. بعد اگه تا حالا نگرفته باشین، چون اولین بار این فرم رو پر میکنیم، برای اون افراد هست معمولا ندارن، میتونین هم خالی بذارین، مثل الان که من گفتم بعد علامت میزنین که من به اصطلاح تقاضا شد دادم، اینجا میگه من این شماره رو تقاضا دادم و هنوز ندارم، برای همین خالیه و بعدا مثلا بهشون میدی، اینجا رو ضرب در میزنی، ضرب در یعنی بله این در این رابطه درسته این صحبت و شما بعدا میدید. از من سوال میکردن ضرب در یعنی آره یا نه، معنی آره یا نه رو بعد اینجا خونده بشه که چی نوشته، چیزی که اینجا نوشته یعنی شما تایید میکنید این چیزی که اینجا نوشته، به معنی هم میتونه آره باشه هم نباشه، بستگی داره شما اینجا چی نوشته شده که معنیش چیه، اینجا اونو تایید میکنید، معنیش تاییدیم چیزی نوشته اونجاست. خب پس برای گفتیم نداشته باشین این کارو میکنین، اگه داشته باشین هم که شماره رو مینویسین، معمولا بار اول ندارین، هیچ اشکالی نداره، خیلی چیزا رو بعد میتونین بدین، مسئله نیست، مهم اینه که فرم اول داده باشین. خیابون اینجا مینویسین، مثلا خیابون مینویسیم، خیابون چه میدونه، مثلا مینویسیم فرانکفورتر، من از طرف فرانکفورت میامدم، برای همین بعد پلاکتون رو مینویسیم، هاز نومر که اینجا نوشته یعنی شماره خونتونه، مثلا میگین 42 46. اگه پیش کسی زندگی بکنین که میگم فرق داره این فرم و جور دیگه پر بشه، فعلا اینجا نمی نویسیم، اگه پیش کسی باشه موقت باشین اینجا مثلا میگین سی، یه خط اینجوری میذاریم با او، یعنی پیش مثلا این آقای مثلا محمد علی هستم، ولی معمولا اینجوری نیست، هم که تو خونه خودشه اینجا رو دیگه حالا نمی نویسیم. پست لایت سال مثلا فرانکفورت میگیم 6124، باید ببینیم منزلتون کدوم پست کدی داره، بعد اینجا می نویسین فرانکفورت، وان اورت میشه محل زندگیتون، شهرتون فرانکفورت میشه، فرانکفورت می نویسین، تلفن نمبرم یه سری هست، اینا دلبخواهیه، اینجا که نوشته فرایویلیگ یعنی اطلاعات شخصی شما محفوظه، شما اگه خواستین میدین، اگه دوست ندارین مزاحمتون بشن میتونین ندین، ولی معمولا بد نیست چون خبردار میشین، بهتون به تلفنتون اگه یادتون بره ترمینایی که دارین، قرارایی که دارین و براتون با بعضی شهرها با اس ام اس میفرستن، اینجا تلفن هندیتون رو مینویسین، یک مثلا هرچی که هست، اینم بعد اینجا هم ایمیلتون هم دل بخواه اگه خواستین ار مثلا من ایمیل انجام من مینویسن کن تاکت مثلا ات یا mk.ae، اینجا ایمیل من رو لطفا ننویسین، این فقط برای مثال ایمیل خودتون رو بنویسین. خب این قسمت اولش بود، اطلاعات شخصیتون بود. قسمت بعد دوم، این بر هیچی اصلا نمی نویسین، این طرف رو هیچ دست شما نباید بزنین، چیزی نباید بنویسین، طرف راست رو قسمتی که کارمندان به اصطلاح جاب سنتر اداری انجام میدن، این فرم رو پر میکنن، فقط این طرف دست چپ رو شما باید بنویسین. خب بعد اینجا قسمت دومش میریم.